عزیز حاضر در جلسه، مصاحبه محترم، همکارای نهایت عزیزم، کامرمینا و ژورنالیست‌های نهایت عزیز، خواهرها و برادرها، در قدم اول عرض سلام و احترام دارم خدمت تک تک شما و بسیار خوش آمدین به اداره حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان. هدف از برگزاری نشست رسانه‌ای امروز دادن معلومات پیرامون تصمیم نشست اخیر شورای عالی اقتصادی افغانستان که دیشب تحت ریاست جلال ماب رئیس های جمهور و در حضور رئیس های اجرایه و تمامی اعضای این شورا که تمام وزرای سکتوری و مشاورین رئیس جمهور و مشاورین رئیس های اجرایه و نمایندگان سکتور خصوصی هستند، در رابطه با سرنوشت اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا گرفته شده بود. خدمت شما نشست راندازی کردیم و میخوایم به این رابطه معلومات بدم. از امروز صبح به این طرف ما تماس‌های مکرر و مختلف گرفتم و در رسانه ها و خصوص در وسایل اطلاعات جمعی و فیسبوک و تویتر و اینا آوازه های بالا شد که اداره حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان در این نشست ملغا شده و من انتظار داشتم که چنین نتیجه اون نشست از طرف ادارات مسئول که عبارت از خود اداره امور یا دفتر ریاست جمهوری و بخصوص دارانشای شورای عالی اقتصادی که وزارت محترم مالی است در این رابطه اظهار نظرش صورت می گرفت و همین معلومات در اختیار رسانه ها و به مقابل همچنان در اختیار مردم قرار می گرفت که متاسفانه تا حال را چنین چیزی را ما نشنیدیم. ما به عنوان مسئول ای اداره چون سرنوشت ای اداره در این تصمیم گره خورده و متأثر می سازه هم ادامه فعالیت زیره و هم ادامه کار همکارای بسیار خوب ما که آیت رهبریش اینجا تشریف دارن و در ولایات که هستن و به می شکل اقتصاد کشور و سکتور خصوصی و سرمایه گذاری را به خود واجب دانستم که در این قسمت نظر خود را از چیزی که ما شنیدم دیشب بگویم، نه تا حال چون در سایت فیسبوک ریاست جمهوری در رابطه با جلسه دیشب گزارش آمده. اتفاقا آخرین فقره اجندا که موضوع آیسا بود در این قسمت یا آگاهانه یا غیر آگاهانه هیچ چیزی تذکر داده نشده که خود باعث شد که شک و تردیدهایی را در رابطه بالا بکنم و بعضی آوازه هایی را بالا بکنم، ولی من لازم دانستم که در این قسمت وضاحت بدم. شما در جریان هستین که اداره حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان از 14 سال به این طرف به اساس حکم سری قانون سرمایه‌گذاری خصوصی افغانستان و سرمایه‌گذاری افغانستان در سال 1384 توشیه شده بود ایجاد شد، یعنی اگه اداره ای هست که بر اساس حکم قانون ایجاد شده و قانون ویژه در قسمتش و فعالیتش وجود داره و هدف اصلی از ایجاد اداره دو موضوع مهم و کلیدی بود: ایجاد یک مرکز واحد برای طی مراحل و صدور و ثبت تمام جوازهای سرمایه گذاری تا سرگردانی را که یک تجار و سرمایه‌گذار به هدف گرفتن جواز و موافقه سرمایه‌گذاری در گذشته بایش مواجه بود تا او سرگردانی ها از بین رفته شده باشد و جلو فساد بگیره و پروسه را سریع بسازه و بتونه که سرمایه‌گذار خوش بسازه. در پولویش با گرفتن این صلاحیت مکلفیت دیگه متوجهش بود و او این بود که باید نه تنهایی که اداره ثبت میکنه سرمایه‌گذاری ها را بلکه زمینه رشد از سرمایه‌گذاری ها را و موفق سازی شان را فراهم بکنه از طریق برنامه های تشویق سرمایه‌گذاری، حمایت سرمایه‌گذاری و تضمین که در قانون اساسی ماده 10 در اوج صراحت داره باید که میکرد. اما در مو اول تا امروز چند موضوع در قسمت ای اداره در حاله ابهام بود که همیشه سرصداهایی را بلند کرده بود. موضوع هویت حقوقی اداره
چون در اوجه مطابق قانون مسئله هویتشه به خاطر از اینکه بتونه آزادی داشته باشه با استقلالیت جدا از طرز عملها و قوانینی که به شکل معمول در ادارات واحدهای بودجه دولتی قابل تطبیق است از او فراغت داشته باشه و استقلالیت داشته باشه، اجالتا در نظر داشتند که به عنوان شرکت محدود مسئولیت دولتی باید به وجود بیاید که سرصداهای را بلند کرد که از نظر حقوقی جواب واضح در این قسمت یک توجیه واضح وجود نداشت که آیا ایده ها پیدا بکنه یا خیر یا چطور میتونه یک شرکت فعالیت های اداری دولتی را بکنه و عواید دولتی را جمع بکنه و به این شکل در قسمتش تصمیم بگیره. یک مشکلی بود که در قبالش همیشه وجود داشت در طول 13 سال 14 سال فعالیتش و موضوع عواید بود که عواید از جمع‌آوری جوازها بود و او جوازها به عنوان اوراق بهادار دولتی معمولا باید در حساب واحد دولتی برد، ولی چون تصمیم مندوس بود مطابق قانون سرمایه‌گذاری که باید در اختیار اداره قرار می‌گرفت و اداره مصرف می‌کرد سر بودجه های انکشافی و برنامه هایی که برای تشویق سرمایه‌گذاری داشت. بنده زمانی که در اتاق تجارتم بودم من این خلا را احساس میکردم و همیشه تشویق کرده بودم در جلساتی که وقت من در کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری در رأس اداره هست تحت ریاست وزیر تجارت و بزرگیت افتشت وزیر اقتصادی و رئیس بانک مرکزی و اینا پیشنهاد دادم در این قسمت باید یک تصمیم گرفته شود، سرنوشت اداره از نظر حقوقی روشن شود. اما وقتی که من 8.5 ماه قبل امرای من مشوره صورت گرفت در این زمینه که من به عنوان مسئول در اداره بیایم کار کنم، یکی از پیشرفت‌های من برای رهبری دولت این بود که من طرح دارم و مطابق اون طرح می‌خوام که کارا را پیش ببرم. اولین کاری که در اولویت کاری خود من قرار داده بودم روشن شدن سرنوشت حقوقی داره و پرداختن به مسائل کلان و بنیادیش است. به مو خاطر بود که من یک ماه بعد از اینکه در اداره آمدم طرح خود را در 5 صفحه خدمت رئیس جمهور من رسما روان کردم. در 3 عقرب من طرح خود را در رابطه با اینکه چگونه با مسئله هویت حقوقی داره برخورد شوه، مسئله عوایدش به چه شکل باید شوه، یعنی این طرح روشن شدن وضعیت اداره و باثبات شدنش و بهتر شدنش از طرف خود اداره ما رفت، ولی متاسفانه به او هیچ اثر عمل داده نشد. با تصامیم مکرری که ما داشتیم هیچ سر از او بحث نشد که بعدها در یکی از جلسات کابینه این موضوع مطرح میشه، یک کمیته توظیف میشه که شما در رابطه با وضعیت اداره آیسا و سرنوشت ازی باید که یک طرح را تیار بکنید که در روی وزیر مالیه وظیفه میگیره و به شمول وزیر تجارت و اداره آیسا و وزیر عدلیه. نشست های دایر میشه و گزینه های مختلفی از نظر ازی که بایی داره چه رقم شخصیت حقوقی داشته باشه، مسائل عوایدش و صاحب فعالیتش مورد بحث قرار میگیره. 3 نظر در اون قسمت وجود داشت. یک طرحی که از طرف وزارت تجارت و صنایع پیشنهاد شده بود که او خلاصهش امیز که اداره آیسا مدغم شد به چوکات وزارت تجارت، تمام فعالیت هایش به شمول پارک های صنعتی، جوازدهیش و خدمات حمایت سرمایه گذاریش، تشویقش، همش در چوکات وزارت تجارت مدغم شد. طرح دومی که از طرف ما بود این بود که اداره یک دستاورد است 13 سال قبل که افغانستان تازه درهایش باز شده بود و دنیا امنیتش تامین کرده بود و مردم آمده بودن کار و بزنس میکردن و پول زیاد در اقتصاد آمده بود، کمتر احساس به سرمایه‌گذاری میشد وقتی ضرورت اداره وجود داشت. امروز که کمک ها کم شده روی است و اقتصاد ما با چالش های بسیار کلان مواجه است، مسئله بیکاری، فقر، عدم رشد یافتگی که هم از این ضرورت به یک رشد پویایی اقتصادی پایدار داره که بدون سرمایه‌گذاری خصوصی قطعا ناممکن است. ما با این باور بودیم که ادامه فعالیت اداره در حقیقت به نفع اقتصاد کشور است و حتی در بدترین حالتش اداره آیسا که شکایت های زیاد در قسمتش وجود داشت در دوره 1-2 سال قبل، در مو وقت هم نسبت به هر اداره دیگه دولتی فعالتر بود، شفافتر بود و کارهای موثری را کرده بود.
بنابراین پیشنهاد ما این بود که قطعا به مصلحت نظام و اقتصاد کشور نیست که ما پس عقب بانیم قدم بگذاریم به عقب و این اداره را از بین ببریم و مدغم بسازیم به اداره دولتی، بخصوص در این شرایطی که ادارات دولتی متاسفانه مسائل فساد اداریش یک چالش بسیار کلانی است که قطعا از کنترل بیرون شده و هیچ کسی ادای زیر کردن نمیتونه که میتونه فساد در ادارات دولتی به سادگی کنترل بکنه از بین ببره، چون فساد به یک سیستم تبدیل شده، به یک نظم تبدیل شده و از خود مقررات داره، از خود اصول داره که در این اصول فوق العاده افراد و اشخاص چی در داخل نظام چی در بیرون نظام دخیل است، منافعشان دخیل است و اینا با هم دیگه گره خوردن و در حقیقت موجودیت فساد در ادارات دولتی یک تضمین برای ادامه قدرت و حفظ چوکی ها شده و از طرف هم سکتور خصوصی در اینجا نقش کلیدی داره که باید سکتور خصوصی باید مورد سوال قرار بگیره که شما با کدام سیستم بیشتر علاقه مندی دارین و با کدام چیز میخواین، چرا که در ختم روز هدف از ایجاد همچین اداره ها ایجاد سهولت برای سکتور خصوصی است. که نظر ما این بود که اداره آیسا به عنوان یا یک شرکت دولتی، نه محدود المسئولیت بلکه شرکت دولتی مانند شرکت برشنا، شرکت های مثل آریانا یا شرکت های دیگه ایجاد چه، یا ای که اداره مستقل مثل اداره اراضی افغانستان یا اداره اطرا، اداره نظارت کننده پلیس ساز بخش مخابرات که ادارات مستقل ما شما داریم به عنوان یک اداره مستقل به وجود بیاید که قانونمند شود. در قسمت اوایدش هم پیشنهاد آیسایی بود که این اواید به صاحب دولت بره، اما از خدمات خود یک حق خدمت بگیره که مسائل خود پیش بره و هدف اصلی و پارک های سنتی هم نظر ما این بود که به دلیل از اینکه پارک های سنتی و بودجه ضرورت داره و وضعیت پارک های سنتی بدون بودجه دولتی قطعا ممکن است که وضعیتش بهتر شود و مسائل زیربناییش بهتر است که در یک اداره مستقل دیگه بره یا اینکه یکی از وزارتخانه یا وزارت تجارت رو مسئولیت چه بگیره. یک پیشنهاد فوق العاده عملی، یک پیشنهاد فوق العاده مبتنی بر واقعیت ها، یک پیشنهاد که با حفظ دستاورد ها و به خاطر رفتن به آینده بهتر طرح شده بود و هدف اصلی از اداره آیسا هم قسمی که من در شروع گرفتن وظیفه خود گفته بودم که تنها جوازدهی نیست، ما اصل کار را باید بکنیم که عبارت از حمایت سرمایه گذاری است، راندازی تحقیق ها و ریسرچ ها و مطالعات است، دادن مشوره به سرمایه گذار ها قبل از یک سرمایه گذاری می کنن و حمایت در سه مرحله، پیش از سرمایه گذاری، در جریان سرمایه گذاری و بعد از سرمایه گذاری و موضوع تشویق سرمایه گذاری است که مسائل تدبیر کنفرانس ها، نمایشگاه ها و تمام امکاناتی را که استفاده بکنیم تا اما فضا و وجهه سرمایه گذاری در افغانستان بهتر شود و افغانستان چهرهش تغییر بخوره، ذهنیتی که در قبال افغانستان به عنوان یک کشور جنگزده وجود دارد در قسمت در ذهن سرمایه گذارا باید اصلاح شود و ما باید سرمایه گذارا تشویق، حمایه و رهنمود بکنیم و بر از او یک ظرفیت کلان ضرورت است، یک اداره که جدا از کارزارهای سیاسی باشد، جدا از دغدغه های پارلمانی باشد، جدا از دغدغه های فساد باشد، چرا که و در این زمان ظرفیت های خوب کادری ما جذب کرده بتانیم، معاشات بلند میخواین طبیعی، بنان ما بیشتر سر کیفیت کار کردیم. متاسفانه در جلسه دیشب با برلاوزی دو نظر، نظر سهمی هم از طرف بانک جهانی رای شد که نظر بانک جهانی هم مشابه نظر اداره حمایت سرمایه‌گذاری یا نظر آیسا بود، اونا هم طرفدار ازی بودند که جوازدهی صلاحیت جواز به وزارت تجارت بره، اما پروسسش تا مراحلش کلش باید از شبکات اداره آیسا و آیسا باید او را صادر بکنه، چرا به خاطر شفافیت و سرعت عملش و جلوگیری از فساد و در این زمان عواید داشته باشه و تنها نه تنها جواز تجارتی بلکه جواز تمام جوازهای سکتوری اقتصادی و تا شاروالی ها هم در چرکات آیسا متهم شود و این نظری بود که نظر بانک جهانی بود و دونرا بود. اما بعد از استماع گزارش و یک نظراتی که در اینجا ارائه شد، رئیس های جمهور تصمیم خود را ابلاغ کرد مبنی بر الغای اداره حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان.
وضعیت موجود قسمی است که من بسیار تلاش کردم که بالاخره بفهم که این الغا رسمی شده یا خیر، یا بر ما کدام مکتوب میاد. ولی آن چیزی که بر ما، من شخصا خودم شنیدم و گوشای خود چون در روز تشریف داشتم که باید اداره الغا شد و وزارت تجارت و صنایع موظف شد که عاجل در قسمت ادغام اداره در چوکات وزارت تجارت طرح خود را عنوانی شورای اقتصادی و ریاست جمهوری ارائه بکنند. آن چیزی که سوالی که اینجا خلق میشه، چرا باید چنین تصمیمی گرفته شده، بخصوص در یک حالتی که یک گلایه‌ای که من دارم نیست که من در اون جلسه حضور داشتم و مشخصا به خاطر اظهار نظر پیرامون همین مسئله در اون جلسه دعوت شده بودم. با وجود که عضو رسمی شورای اقتصادی هستم، اما هیچ گاهی بر من اجازه داده نشده بود در جلسات قبلی شورای اقتصادی من اشتراک کنم، هر دلیلی که بود. اما فقط در این دو جلسه اخیر که اجنداش مسئله های ثابت بر من اجازه داده شد، فقط به خاطر از این موضوع که من از این بحث نظر خود بگم. اما دیروز متاسفانه بدون از اینکه بر من اجازه صحبت داده شود، چنین تصمیمی گرفته شد و از هر کسی دیگه سوال کرد غیر از من. و این بر من بسیار سوال برانگیز بود و واقعیتش یک گلایه دارم از رئیس جمهور که لااقل اجازه میدادن من به عنوان مسئولی داره که نظرات خودم میگفتم. چرا یک دو دوستایی که صحبت کردن انتقادات سر آیسا داشتن، سر آیسا پیش از 8.5 ماه قبل داشتن. اگر موضوع فساد بود، اگر موضوع عدم ظرفیت بود، اگر موجودیت مشکلات بود و عدم توجه به مسائل حمایت سرمایه‌گذاری بود، نه آیسایی که در 8.5 ماه که من هستم در اوجه کار کرده. و اتفاقا تمام انتقادات که رو داشتن، من انتقادات را در سند خود که برای رئیس جمهور و پیش از اینکه استخدام شوم ارائه کرده بودم که نیج وضعیت چالش ها وجود داره و هر کدامش من راه های حلش هم پیشنهاد کرده بودم که چی شود، روی دست گرفته شود. ولی علی رغم از این، بدون در نظر داشته نقاط نظر ما و بدون از اینکه اجازه صحبت بر ما داده شود، چنین تصمیمی گرفته شد. قبل از اینکه من سر موضوعات بعدی اشاره کنم، میخوایم بگویم که در مجموع در 8.5 ماه که بنده مسئول از این شده، ما کارهای بنیادی و کلیدی را در اداره آغاز کردیم، از ریفرم و اصلاحات اداری در اداره گرفته تا از بین بردن فساد، سهولت بسیار مؤثر در عرضه خدمات در اداره، توجه بسیار جدی سر عرضه خدمات مسائل حمایت از سرمایه‌گذاری، تشویق سرمایه‌گذاری، تدویر نمایشگاه ها، کنفرانس ها در داخل و خارج، ایجاد اداره ریاست تحقیق و پالیسی و برای اولین بار مشخص ساختن افرادی که مشوره بدن به شکل رایگان برای سرمایه‌گذارها در سکتورهای مربوطه اقتصادی. قبل از اینکه نفر سرمایه‌گذاری میکنه، باید که معلومات برش داده شود که سرمایه‌گذاریش موفق است یا نیست. و از نظر اوتوریتیش جایگاه اداره آیسا را دوباره در نظام دولت اعاده کردیم. اعتباری که وجود داشت بین سکتور خصوصی دوباره اعاده شد. سکتور خصوصی راضی شد، خوش است از کار کرده آیسا و احساس راحت میکنند. اعتبار در بین جامعه بین المللی دوباره اعاده شد. دونرها همش با ما همکاری خود دوباره آغاز کردند، چون آیسا در پیش از ما در لیست سیاه هم دولت قرار داشت، هم جامعه جهانی قرار داشت، هم سکتور خصوصی به دلایل مختلف. ما کل از این دوباره حیثیت اداری آیسا را دوباره اعاده کردیم و در دو مورد من میخواهم مثلا بر شما اشاره بکنم. در قسمت عواید، ما 9 ماهی را که در اداره من فعال بودم و 9 ماهی سال گذشتهش ما مقایسه کردیم، تنها در حدود 124% ما عواید ما بیشتر است در مقایسه 9 ماه دوره همون مشابهش در سال گذشتهش. مثلا ما در 9 ماه قبلی 244 میلیون عواید داشتیم و در 9 ماهی که من مسئولیت اداره داشتم 547 میلیون، با وجود که سرمایه گذاری پایین شده بود، با وجود که اوضاع اقتصادی خراب شده بود، 303 میلیون دلار افغانی باشن اضافه عاید داشتیم. در قسمت مصارف، کاری که ما کردیم، 72% که 2.5 میلیون دلار میشه مطالعه صرفه جویی کردیم از مصارف. شما ببینید ظرفیت از نظر تشکیلاتی کم کردم، اما کیفیت بهتر ساختیم. هم عواید بلند شد، هم مسئولیت کاری زیاد شد و هم مصارف کم شد. در 9 ماه سال مشابه
قبلیش 404 میلیون افغانی مصارف داشتیم، در دو ماهی که بنده در اینجا مسئولیت داشتم 235 میلیون افغانی، 170 میلیون افغانی ما صرف جویی کردیم. شما یک لیست بسیار کلان دیدم کارهایم از کل ریاست هایی جا تیار کردم که چی برنامه هایی را ما تدبیر کرده، من همین خواهیم وارا بگویم چیزایی هست که واضح هست، یک شما سری که هستان هم دیدن و چی برنامه هایی را که ما در آتی داشتیم. ما در هشتونی ما سر کارهای بنیادی در اداره کار کردیم، زمینی یک اساس بسیار پخته را از نظر هم اداری، هم از نظر اسناد و دیدگاه ها و استراتژی ها و پالیسی ها و هم از نظر اقدامات عملی ما تداب گذاری کردیم. اولین بار کمپین یا برنامه ملی سرمایه گذاری در افغانستان دو ماه قبل به دفتر رئیس جمهور و رئیس جمهوری ما روان کردیم که ما منتظر بودیم که اونا او را اوکی بکنند که ما رسمن را لانچ کنیم، که متاسفانه تا حال را هیچ جواب برای داده نشد. ما اداره خلاقیت، مرکز خلاقیت تشبثاتی افغانستان قرار بود تاریخ 19 ماه افتتاح شود که در اوجا یک تشکیل نو ایجاد کردیم، اشخاص نو استخدام کردیم که در حقیقت تمام افرادی که در افغانستان دارای یک فکر تجارتی هستند، یک فکر خلاقانه نوآورانه هستند، جوانای ما با استعدادهایی که وجود داره اینا در اون مرکز ثبت شوند و ما زمینه سرمایه گذاری و فرصت های از اونها را فراهم بکنیم، زمینه زیر فراهم بکنیم تا با تجار و سرمایه گذارهایی که پول دارند و اونایی که نظر دارند معرفی شوند و با هم دیگه سرمایه گذاری مشترک بکنند. اولین بار مرکز تحقیق و مطالعات سرمایه گذاری افغانستان را ایجاد کردیم که جناب جمال صاحب رئیس تحقیق ما اینجا تشریف دارند، که قرار بود که در تاریخ 17 این ماه اپریل لانچ شود. ما اجازه توزیع زمین نداده بودند، به تلاش زیاد کردیم دوباره پارکای سنتی توزیع زمین آغاز کردیم، 35 نمره زمین برای فابریکات رسمان سپردیم، پروژه ساختمانی در 7-8 پارک سنتی امیال جریان دارد، سرک هاست، برق های آبشان است، مسائل انتقال برقش است، مسائل فاضلابش است و پارک سنتی جمع محمد محمدی فیز دومش رسمان کارش عملیش آغاز شد، چون مشکلات بسیار جدی با شاروالی ها بود و ما طرح سفرهای تجارتی را طراحی کردیم برای امسال بر 6 کشور دنیا که در حقیقت سفرهای سرمایه گذاری بود که باید راه اندازی می شد. 21 اپریل از هندوستان شروع می شد، به می شکل به ترکیه، به چین، به آلمان، به دبی، به کشورهایی که ما فکر میکنیم میتونیم سرمایه گذاری شده بریم. تماس با سرمایه گذارهای افغان ما در بیرون از افغانستان بودن، اونایی که فرار کرده بودن شروع شده بود. ما امرای دبی، سرمایه‌گذارهای افغان ما در دبی هستن، تماس برقرار کردیم، رفتیم نزدیک دیدیم، طرحشون آوردیم که اینا چی می‌خوایم که دوباره به افغانستان بیان، چطور ما میتونیم اعتماد سازی بکنیم و کنفرانس کلان رو اندازی کردیم که چالش‌ها و مشکلاتی که مانع رشد سرمایه‌گذاری میشه اونا کدام هست، مشخص با راه حلش او در جلسه روز دوشنبه شورای سرمایه‌گذاری، شورای وزیران، یعنی دوشنبه که میاد در اجندا هست که متاسفانه ما در وجود نخواهد بودیم، در او سرزو بحث میشد و او پیشنهاد بود که باید یک کمیته ایجاد شود تمام مشکلات سرمایه‌گذارها حل شود. در مجموع کارهای بسیار مثبتی را ما روی دست داشتیم، یک تیم بسیار خوبی را متحد را که منعکس کننده واقعیت‌های افغانستان هستند، از هر قوم، از هر زبان، با اساس معیارهای شایستگی و با تعهد جور شده بود و اینجا تشریف دارند در مرکز و ولایات، کار خود آغاز کرده بودند و ما با یک روحیه و با یک انگیزه کار میکردیم. متاسفانه بدون و تمامی برنامه های خود را بر ریاست جمهوری، بر ریاست اجرایه ما روان کرده بودیم و برشان راپورهای خود میدادیم، اما با وجود تمام از این واقعیت ها و با وجود تمام این کارکرد های خالصانه و دستوزانهی که در اداره از طرف خود ایمی هموطنهای ما شده بود، متاسفانه چنین یک تصمیم میگرفته شد. حال من به عنوان یک شهروند، به عنوان یکی از شاگردان اقتصاد، قطعا این تصمیم را به نفع اقتصاد افغانستان نمیدانم، به خصوص از بین بردن این اداره، اداره که در این وقت ضرورتش بیش از هر زمان دیگه بیشتر احساس میشه و ما باورم ایست که ما نمیتونیم که
این ظرفیت ایواز بکنیم یا بدیل زیر در چبکات حکومت ادارای حکومتی که با معاشای پایین و با او مشکلاتی که عدیده که ادارات دارند در اوجه او را عملی بسازیم. طبیعی است که این تاثیرات بسیار بد بالای اقتصاد میگذاره، یک پیام بسیار منفی برای سرمایه گذارها میته و بخصوص امی ذهنیت لغو کردن یک شبه ای امو صلابیت و امو اعتبار یک نظام را زیر سوال میبره. ما باید تصامیم ما بسیار معقولانه، آگاهانه و به اساس یک فکر باشه، نه به اساس یک احساسات و به اساس بعضی سلیقه ها و بعضی ناراضی هایی که ممکن یک کسی نظر به کسی داشته باشه. اگر قرار بود که با موجودیت بنده در رأس اداره کس موافق نبود یا مشکل داشت، بسیار خوب بود که من از این کار برکنار میکردم، که اتفاقا من چند بار من خدمت بزرگایی پیشنهاد دادم که من آمده نیستم در اداره کار بکنم. همون کار کردن در اداره سرمه در حقیقت پیشنهاد داده شده بود، در حقیقت قبولانده شد، من هیچ حاضر نبودم. ولی وقتی که من احساس کردم که موجودیت من در اداره کدام مشکل خلق میکنه یا مانع کار از این میشه، بهتر بود که مرا پس میکردن تا اداره را از بین بردن. بر صورت من گلای دیگه هم از رئیس جمهور دارم که با وجودی که در 8.5 ماه به عنوان رئیس عمومی اداره حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان بودم، با وجود تقاضاهای متعددی که من از دفترشان کردم که امروز یک ملاقات کنم، یک بار با من ندید. در حالی که هر روز با رئیس ناحیه، با ادارات پایین تر از نظر اداری ملاقات داشت، می دیدشان، اما بنده را هیچ بار در حضور خود نپذیرفت. اسم بنده را از جلسات، از سفرها، از برنامه ها حذف می شد. برنامه هایی را که مروان می کردم قطعا سکوت در اختیارش قرار با سکوت مواجه می شد. هیچ نوع عکس العمل از طرف ریاست جمهوری در مقابل برنامه هایی که من روان می کردم گرفته نمی شد و در فراموشی سپرده می شد. حتی در سفرهایی که من پلان میکردم اکثرا سفرهای من اجازه داده نمیشد. این سفر اخیری که ما خودمون پلان کردیم باید 21 اپریل به هندوستان میرفتیم و در روز یک کنفرانس بسیار کلان سرمایه‌گذاری اندازی کردیم، یکی دو نفر اعضای کابینه را میبریم اوجه با همکاری اتحادیه سرتاسری صنایع هندوستان که مسئله اعتبار افغانستان و هندوستان مطرح است، سفر بنده را اجازه ندادن. بر صورت من میخوام اینو بگم که ایگلای به عنوان یک شهروند بالای رئیس های جمهوری که رئیس جمهور منتخب تمام مردم افغانستان است، جدا از اینکه برش رای داده که نداده، باید برخورد مساوی داشته باشه و کوشش بکنه که تمام شهروندا را به یک چشم ببینه و همش یک تیم بسازه و یک فضای را ایجاد بکنه که مردم احساس بکنن که ما دیگه دوره انتخابات نیستیم، دیگه ما یک جامعه تقسیم شده نیستیم، ما یک ملت هستیم. اگر افغان است، اگر تاجک است، اگر ازبک است، اگر زهره است، هر قومی که هست، فقط به اساس اون گفته خودش، فقط به عنوان یک حق شهروندی مستحق تکلیف و حق میشه. از او کسی نه کم است نه زیاد است. بنان بسیار خوب است که تمام تصمیمای ما به اساس یک عقلانیت باشه و به اساس یک منافع و یک صلابت باشه و کوشش شود که اعتماد ما ایجاد شود، کوشش شود که ما به دنبال وصل باشیم نه به دنبال فصل، به دنبال وفاق باشیم نه به دنبال نفاق. و ای متاسفانه واقعیت ها به شکل دیگه است و من امیدوار هستم که چنین تجربه دیگه دارا تکرار نشه و افغانستان فوق العاده آسیب پذیر است در این شرایطی که از هر نگاه مشکلات داریم. اما در قسمت اقدامات بعدی چی خواهد شد؟ ما منتظر هستیم که رسما از طرف دارانشای شورای عالی اقتصادی یا ریاست جمهوری برای ما کدام نامه ای بیاید که تصمیم از اونا چی است و همکارای ایجاد تشریف دارن. ما در قسمت پروسه انتقال یا ادغام اداره به وزارت تجارت آمادگی داریم. همکارای ما وظیفه دادم که هر کدامشان با تیمی که قرار است ایجاد شد انشاءالله با از اونا همکاری بکنن. ادغام باید به شکل درست صورت بگیره بدون از اینکه ضرر برسه به پروسه و سکتور خصوصی آسیب پذیر شود. ما باید کوشش بکنیم که انشاءالله امی روند صدور جواز و فعالیت ها خدماتی که داره میکنه در بخش پروکای سنتی، در بخش ویزا،
یا حمایت از سرمایه‌گذاری، این باید به شکل عادیش ادامه پیدا بکنه، هیچ اثر منفی سر فعالیت ما نگذاره و این وعده را ما برای رهبری دولت و وزارت محترم تجارت میدیم که انشاءالله این پروسه بسیار به شکل درستش خواهد پیش رفت. و در این زمان جا داره که ما در ختم از اعتماد که رئیس جمهور برای رئیس اجرایه بالای بنده داشت در طول 8 ماه تشکری بکنم و از همکارای بسیار خوبه که با ما بودن و همکارایی که قبلا در اجرا بودن تنقید شده بودن از اینا تشکری بکنم که واقعا برای ما تمام همکاریایی را که لازم بود در اختیار ما قرار دادن در اختیار تیمی که هستیم به شکل برادروار و خواهروار با هم کار کرده. از اینا من تک تک شان تشکری میکنم در مرکز و ولایات و تشکری بسیار ویژه از سکتور خصوصی افغانستان که حمایت کردن و از مردم افغانستان و بخصوص از جامعه رسانه‌ای کشور، از خبرنگارا و ژورنالیست های عزیز ما که همیشه با داره حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان و با نهادهای دیگه که در بخش اقتصاد فعال هستند اینا خبررسانی کردن و بحث کردن و همیشه سر این مسائل تمرکز بیشتر داشتند. ما از تک تک شما تشکری میکنم. انشالله امیدوار هستیم که پروسه انتقال و ادغام اداره به خوبی و با شکل درستش صورت بگیره که دستاوردهایی که هست حفظ شود و کدام مشکلی در امر خدمات ما که در حقیقت ضررش به مردم و سکتور خصوصی برسه انشالله نرسه. در مجموع این مسائل بود که خدمتتون گفتم. حالا اگر کدام سوال باشه بنده حاضر است که خدمتتون جواب بدم. در غیر از او شما رو به خدا می‌سپارم. یک موضوع رو می‌خوایم بگویم که پیش از این به ارتباط سرمایه ما یک وعده داده بودم برای مردم افغانستان که یک بررسی حقیقت‌یاب پیرامون تقلب و جعل به نام اصطلاح فارسیش درست نمی‌فهمم فورنزیک اودیت میگن که او در جایی میشه که وقتی یک دغدغه داره فساد وجود داشته باشه و اختلاس صورت گرفته باشه او یک بررسی ویژه است که اون اختلاس و فساد پیدا میکنه. من وعده داده بودم که کارم میکنم. پیشنهاد خود از کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری در جلسه سیومی که یا دومی که بعد از اینکه مدعی دارم طرح کردم متاسفانه از طرف کمیسیون رد شد. یکی از مسئولیتایی که من میخوام اون رو رفع کنم از طرف خود، ما خواستم که چنین یک بررسی صورت بگیره در اداره که امو وضعیت مالی اداره درست روشن شود که در چی حالت است و مشکلات و تشویش هایی در قسمت بعض اختلافات و بعض فساد هایی که قبلا وجود داشت او. اما تفتیش مکرر داخلی ما صورت میگیره و تفتیش راپورش ما برای دولت روان کردیم برای بسیار جدی تحقیق هم کردیم. فعلا در مجموع سرمایه پولی داره در حدود 581 میلیون افغانی است، پول نقد داره که در حسابش است و در قسمت جایدادش ما دفاتر فیزیکی داریم در ولایات که او لیستش هست، موترها هست و جایداد دارایی زیاد داره و همش در اختیار اداره هست، لیست شده و ما انشاءالله کل از ایره حاضر هستیم که تسلیم بکنیم و موشکلی که هست. و ما بخصوص وقتی که ما آمدم بسیار زیاد کوشش کردم سر از اینکه امو لیست تکمیل شده ما بفهمیم که جایداد دارایی ما چقدر هست، در کجا هست و در چی وضعیت هست و چطور از اونا میتونه که نگهداری شده و چطور میتونه که جلوی سوء استفاده از اون رو بگیریم.